ادامه اپام درباره نتیجه 16 ماه مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام. متنی به ایران اینترنشنال رسیده که در محافل اصولگرای نزدیک به دولت در تهران دست به دست می شود. متنی از امتیازاتی که گفته می شود ایالات متحده در چارچوب توافق هسته‌ای به ایران داده. بر اساس آنچه در این لیست آمده، سه فرمان اجرایی ترامپ علیه ایران در روز اول توافق لغو می شود. 17 بانک و 150 مؤسسه از جمله ستاد اجرایی فرمان امام از لیست تحریم ها خارج می شود. امکان صادرات بیش از 50 میلیون بشکه نفت در عرض 4 ماه بعد از توافق فراهم خواهد شد و در همین مدت زندانیان دو طرف مبادله می شوند. علاوه بر این 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شده و در اختیار ایران قرار می گیرد. در این متن همچنین تعهد شده در صورت خروج دوباره آمریکا از توافق هسته‌ای، شرکت‌های خارجی غیر آمریکایی از تحریم‌ها معاف شده و امکان حضور در بازار ایران را داشته باشند. خبری که با واکنش‌های بسیاری مواجه شده. جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا در توییتی نوشته حکومت ایران به دنبال گرفتن تضمینی در توافق هسته‌ای از دولت بایدن که به مسائل پادمانی مورد اختلاف بین ایران و آژانس پایان میده. از منافع شرکت‌های غربی در ایران محافظت می‌کنه و به ایران اجازه میده در صورت خروج آمریکا از توافق به گسترش برنامه تسلیحاتی هسته‌ای خودش ادامه بده. به نوشته این سناتور جمهوری خواه، خواسته های ایران باشخواهیه و به عنوان یک شکست بزرگ در تاریخ و در سیاست خارجی بایدن ثبت میشه. جیم ریش در این توییت گفته این معامله امنیت آمریکا و شرکاش در منطقه رو تهدید میکنه. شورای امنیت ملی آمریکا اما در واکنش به این توییت اون رو رد کرده و گفته آمریکا هرگز تن به چنین شرایطی نمیده و تلویحاً گفته ترک کردن توافق در گذشته تنها باعث سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای ایران شده. به نظر میرسد همچنان که نیوزویک به نقل از کارشناسان ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا نوشته ایران در شرایطی که میداند اتحادیه اروپا و دولت بایدن نمیتونن جلوی خروج مجدد آمریکا از توافق را بگیرند، در آخرین لحظات بر روی امتیازات سیاسی و تکنیکی متمرکز شده. گلره هان، واشنگتن دی سی.